بهتون سلام. سلام 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 سلام. خب بچه ما هفته گذشته و هفته قبلیش در رابطه با نوسان سامانه جرم فنر با هم دیگه صحبت کردیم. سبا بگیره یا پارمیدا بگیره فرق نمیکنه. در مورد سامانه جرم فنر و در رابطه با نوسان یک متحرک یا نوسانگر صحبت کردیم. بچه ما وقتی اومدیم راجع به سامانه جرم فنر صحبت کردیم با هاتون، گفتیم آقا سامانه جرم فنر همون اطلاعات لازمی که برای یک نوسان نیاز داریم و توی سامانه جرم فنر هم خواهیم دید. منظور من چی بود؟ گفتم فرض کنید فنر رو به یک جا وصل کردیم، این فنر رو میکشیم. وقتی فنر بیشترین انحراف رو از حالت تعادل داره، یعنی به دامنه مثبت رسیده، وقتی رهاش میکنیم بیشترین انحراف رو در حال فشرده شدن داره نسبت به نقطه تعادل، میگیم دامنه منفی. وقتی به دامنه ها میرسه سرعتش صفره، وقتی به مرکز میرسه سرعتش ماکسیموم خواهد بود. بچه ما راجع به اینو مفصلا در نواحی مختلف ناحیه های نوسانی اومدیم، حرکت یک نوسانگر رو با هم بررسی کردیم. گفتیم در ناحیه یک نوسانی داره به سمت پایین حرکت میکنه، سرعتش منفیه. در ناحیه دو به سمت پایین حرکت میکنه، سرعت منفیه. در ناحیه سه داره میاد بالا، در ناحیه چهار هم داره میاد بالا، سرعت ها مثبتن. پس در ناحیه یک و دو سرعت منفی، در ناحیه سه و چهار سرعت مثبت. بچه توی دامنه ها به خاطر اینکه سرعت متحرک صفر میشه، باید برایند نیروهای وارد بر جسم دیگه صفر نباشه تا نوسان ادامه دار باشه. پس در دامنه ها نیرومون ماکسیموم بود. نیروی ماکسیموم باعث ایجاد یک شتاب ماکسیموم در دامنه مثبت و منفی میشد. رفقا توی دامنه ها نیرو و شتاب ماکسیموم. در دامنه مثبت نیرو و شتابی باید به جسم وارد بشه که جسم رو پرت کنه به سمت منفی ها. پس نیرو و شتاب در دامنه مثبت منفی خواهد بود. در دامنه منفی یک نیرو و شتاب باید وارد بشه تا جسم رو پرت کنه به سمت بالا. پس در دامنه منفی نیرو و شتاب مثبت خواهد بود. بچه یاد گرفتیم در ناحیه یک و ناحیه چهار اون بالای دایره. یاد گرفتیم در ناحیه یک و ناحیه چهار نوسانی، به خاطر اینکه نوسانگر تحت نیرو و شتاب دامنه مثبته، پس حواستون باشه در ناحیه یک و چهار شتاب نوسانگر منفی خواهد بود. در ناحیه دو و ناحیه سه پایین دایره، چون تحت تأثیر شتاب و نیروی دامنه منفیه، نیرو و شتابش مثبت خواهد بود. راجع به اینا با هم حرف زدیم. سلام ترانه جان، راجع به اینا با هم دیگه صحبت کردیم. اومدیم راجع به فنر هم که با هم حرف زدیم، سوال حل کردیم از فنر. یک نکته اینجا دارم، نیروی وارده در سامانه جرم فنر همان نیروی فنره. یعنی چی؟ بچه ما یاد گرفتیم نیروی فنر همان نیروی فنر منظورم چی؟ یاد گرفتیم نیروی فنر یک نیروی بازگرداننده است. بچه تا پایان دوباره تاکید میکنم، تا پایان امتحانات فرصت دارین جزوه کامل شدتون رو برای ملکا بفرستین. یعنی حتی دو روز بعدش هم فرصت نداریم. میدونم این هفته دیگه امتحانات تموم شده یا رو به تموم شدنه. خب نیروی فنر بچه اگه جزوه رو نفرستین هفته آینده دونه دونه چک میکنم و شرمندتون میشم به خاطر اینکه نمیتونم راتون بدم تو کلاس هفته آینده. نیروی وارده در سامانه جرم فنر همان نیروی فنره. بچه ها نیروی فنر یک نیروی بازگرداننده بود. بچه ها نیروی بازگرداننده باعث ادامه نوسان در فنر. خب نگاه کنید FE برابر است با MA. گفتیم چی؟ قانون دوم نیوتن باید در دامنه ها برقرار بشه تا نوسانمون ادامه دار باشه رفقا. پس نیروی قانون دوم نیوتن FE برابر است با M ضرب در A. از طرفی شما یاد گرفتید FE با KX برابر بود، منهای KX برابر است با M ضرب در A. بچه هر موقع خواستین شتاب به دست بیارین میشه طرف معلوم یعنی منهای KX تقسیم بر ضریب مجهول یعنی M. پس میشه منهای کا در x تقسیم بر m. این از این. از طرف دیگه شما میدونید اومگا میشه رادیکال کا به روی m.
من اگر از این رادیکال صرف نظر کنم بعد اومگا رو به توان دو برسونم، به جای کاب روی ام میذارم اومگا دو، پس شتاب از رابطه منهای اومگا دو در ایکس به دست میاد. این هستی. اما بچه ها من یک سوالی دارم در رابطه با شتاب ماکسیموم. و در رابطه با نیروی ماکس. بچه ما یاد گرفتیم شتاب ماکسیموم کجا اتفاق می افتاد؟ در دامنه مثبت و در دامنه منفی. هر موقع خواستی شتاب ماکسیموم به دست بیاری یادت باشه شتاب ماکسیموم چون در دامنه اتفاق می افته به جای ایکسش باید از آ استفاده کنی، منهای اومگا دو در آ. اما در رابطه با نیرو هم میخوام باهات صحبت کنم. دقت کن من در رابطه با نیرو هم یکم با هم دیگه صحبت داشته باشیم بچه ها. مطلب مهمیه، همه حواستون رو بذارید که قشنگ مطلب براتون جا بیفته. در رابطه با نیرو هم میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. بچه ها نیرو مگه نمیشد ام ضرب در آ؟ بیایم به جای آ از رابطش استفاده کنیم. میگم نیروی ماکسیموم برابر است با ام، به جای آ بذار منهای اومگا دو در ایکس، منهای اومگا دو. بچه چون نیروی ماکسیمومه و نیروی ماکسیموم در دامن است پس به جای ایکسش از آ استفاده کن، ترتمیزترش میشه منهای ام اومگا دو آ. این هم هستی. سوال ندارید؟ سوال؟ بیاییم بالا زنده باشید. حلیم بچه ها هر کدوم اسکرین میگیرین اسکرین بگیرید برم سراغ مطلب بعدی. خب سبا اسکرین کرد. دقت کنید میگه نمودار مکان زمان نوسانگری مطابق شکل روبروست معادله حرکت نوسان را بنویسید. قسمت الف. خوب دقت کن، معادله نوسان میشه x برابر است با a کوسینوس اومگا t. بچه ها خوب دقت کنید، دامنه میشه بیشترین مقدار رو نمودار، چه بالا چه پایین. دامنم بس 2 سانتی متری، به متر تبدیلش کنم، میگم آ رو دارم، از اینجا نتیجه میگیرم که x برابر است با 2 صدم متر در کوسینوس اومگا میخوام. یادت باشه برای داشتن اومگا احتیاج به دوره داری، برای داشتن دوره از نمودار احتیاج به بازه زمانی داری. بازه زمانی پیدا کن. بچه ها بازه زمانی من از این نقطه شروع میشه تا انتها 50 ثانیه است. میگم از این نقطه حرکت کنیم برسیم به انتها. یکم حرفه‌ای عمل کن لطفا. بچه‌ها نگاه کنید، اگر از این نقطه آبیه تا این نقطه برم میگم تا اینجا یک نوسان اتفاق افتاده. یک نوسان زمانش به اندازه تیه. از اینجا یعنی از آ تا صفرم بچه‌ها به اندازه تی چهارم میرم. پس میشه تیه به اضافه تی چهارم. برابر است با 50. میام از اینجا این نتیجه گیری میکنم. میگم تی به اضافه تی چهارم که مجموعا مخرج مشترک بگیریم میشه 5 تی چهارم برابر است با 50. 50 با 5 ساده میشه، میشه 10. تی برابر است با 40. میگم از اینجا دورم به دست اومد 40 ثانیه. این است. تا اینجا حله بچه ها؟ اوکی، تا اینجا متوجه شدین یه ذره حرفه‌ای تر سوال حل کردیم؟ وگرنه بعد میگفتین از آب صفر صفر به منهای آب، منهای آب صفر صفر به آب صفر، مجموعا میشه 5 تی 4. میتونی بعدا دوباره امتحانش کنی ولی یه کوچولو حرفه‌ای تر سوالتون حل کنید. خب الان دوره رو دارم، میخوام از دوره به اومگا برسم. میگم اومگا برابر است با 2 پی تیوم، به جای تی میذارم 40.
از اینجا نتیجه میگیرم دو با 40 ساده میشه 20. از اینجا مقدار اومگا به دست میاد پی 20 رادیان بر ثانیه. این از این معادلم ساخته شد، میگم کوسینوس پی 20 تی. حل بچه ها. بیاییم بالا دیگه. ملیکا، پرسو، سوگند، کیانا، سبا، پارمیدا، پویا، زهرا. زهرا که اصلا با ما کاری زیادی نداره. خب مگه زهرا یه بار بیاد اینجا بگه بله؟ یه بار بیا به من بگو بله، یه بار بیا بگو جانم، بگو سلام، سلام کن بهم یه بار. زهرا هر جا که هستی یه بار بهم سلام کن. هست همیشه هست، جواب تلفن آموزشکارم نمیده ولی هست. خب دقت کن قسمت ب رو. بهمون گفته توی قسمت ب مقدار T1 را به دست بیاری. بچه ها برای داشتن مقدار T1 احتیاج به دوره داریم که دورمون به دست اومده. اوکی بریم سراغ T1. میگم کافیه از این نقطه تا این نقطه، این تیکه قرمزه، حرکت کنیم. یعنی از آ برم به کجا؟ بچه این عددش 1 بوده، این نیفتاده. وقتی 1 باشه 1 رو معنی کن میشه 1/2 آ. این از این. پس میگم برای قسمت B کافیه بگم از آ برم به 1/2 آ. حالا بیایم اینا رو معنا کنیم. معنای اینا چیه؟ میگم آ معنی صفره، یک دوم آ معنیش پی سومه. از صفر تا پی سوم، پی سوم تغییر زاویه دادم، پی سوم تغییر زاویه رو به زمان تبدیل میکردیم میشد تی شیشم. میگم اینم تی شیشم زمان برده. تی یک برابر است با تی شیشم. تی رو داریم بچه ها 20، تی رو داریم 40، به جای تی بذار 40. از اینجا مقدار تی یک به دست میاد 40 شیشم. ساده تر هم میشه. حل 23 سبا اسکرین بگیر قسمت جیمو به دست بیارم. پارمیدا، سبا، هر کدوم میگیرید بگیرید، من این بعد پاک کنم. خب برای قسمت جیم چیکار کنم؟ بهم گفته در لحظه T1 بری شتاب نوسانگر محاسبه کنی. بچه شتاب نوسانگر از منهای اومگا 2 در X به دست میاد. اومگا رو داری؟ بله دارم. میگم اومگا چقدره؟ میگی پی 20. میگم به جاش جایگذاری کنیم میشه منهای پی 20 به توان 2. این از این. Xمون چقدره؟ میگم در لحظه T1 مکان نوسانگر 1 سانتی متر. تبدیل یادت نره، ضرب در 1 ضرب در 10 به توان منفی 2. این از این. بچه ها یادتون باشه تو بیشتر سوالات پی 2 برابر با 10، پی 2 رو 10 بگیریم. میگم اینو به توان 2 برسونیم میشه منهای پی 2 تقسیم بر 400 ضرب در 10 به توان منفی 2. پی 2 هم که 10، 10 به توان منهای 2 با 10 میشه 10 به توان منهای 1. این از این. میگم 10 به توان منهای 1 تقسیم بر 400، یک کوچولو حرفه‌ای تر بده تو مخرج میشه 1/4000 متر بر متر ثانیه. این از این. حله. کدومو پار میده؟ شقایق کجا بودی؟ آخری رو ببین پار میدا. بهمون گفته شتاب به دست بیارین. همین امروز یاد گرفتیم شتاب از چه رابطه ای به دست میاد؟ منهای اومگا 2 در ایکس. اومگا رو داریم، به دستش آوردیم، چقدر؟ پی 20 رادیان بر ثانیه. به جاش گذاشتم به توان 2. در لحظه چی خواسته؟ در لحظه T1. در لحظه T1 مکان نوسانگر رو گفتم به چقدر؟ 1 سانتی متر. به جاش اومدم گذاشتم 1 سانتی متر ولی به متر تبدیلش کردم، شد 10 به توان منهای 2.
گفتم پی دو اصولا در سوالات میگیرن 10. من این اطلاعات سوال بود بهتون دادم. گفتم اگر پی دو 10 باشه به جای پی دو میذاریم 10، با 10 به توان منهای 2 ساده میشه، میشه 10 به توان منهای 1 به روی 400. 10 به توان منهای 1 10 به توان منهای 1 بره تو مخرج میشه مثبت 1، میشه 1 به روی 400. همونطوری هم بنویسین درست. حالا بچه‌ها بیاییم بالا یه اوکی بدین. چه موضوعی ساختیم؟ خب بعدی رو ببین. میگه در یک سامانه وزن فنر دامنه نوسان را 3 برابر و جرم وزنه را 2 برابر میکنیم. بیشینه سرعت نوسانگر چند برابر میشود؟ رفقا مجهول سوال شما بیشینه سرعت نوسانگر یا وی ماکسیمومه. وی ماکسیموم از رابطه آ اومگا به دست میاد. خب گفته کلمه چند برابر. کلمه چند برابر یعنی مقایسه کردن، یعنی وی ماکسیموم 2 به وی ماکسیموم 1 برابر است با میشه آ 2 به آ 1 ضرب در اومگا 2 اومگا 2 به اومگا 1. خب ببینیم راجع به چیا با همون حرف زده. دامنه نوسان را 3 برابر میکنیم. اوکی دامنه نوسان 3 برابر بشه یعنی آ 2 3 برابر آ 1 شده. هر جا آ 2 دیدی 3 تا آ 1 بذار. این از این. اما راجب اومگا که با هم حرف نزده، راجب جرم حرف زده. گفته جرم وزنه را 2 برابر میکنم، یعنی ام 2 2 تا ام 1 میشه. بچه ها در سامانه جرم فنر اومگا از چه رابطه‌ای به دست میومد؟ رادیکال کا به روی ام. بیایم اومگا ها رو مقایسه کنیم. میگم اومگا 2 به اومگا 1 برابر است با راجب کا با هم حرف نزده، اما بنویسم یک بار که بدونی چیه. کا 2 به کا 1 ضرب داره با ام رابطه عکس داره، میشه ام 1 به ام 2 زیر رادیکال. چون راجب کا با هم حرف نزده نسبتش 1، اما راجب ام حرف زده. گفته ام 2 2 تا ام 1، ام یک با ام یک ساده میشه، میگم اومگا دو به اومگا یک میشه یک به روی رادیکال دو. نسبتشو دارم. حالا بیایم جایگذاری کنیم. به جای اومگا دو به روی اومگا یک هم میذارم یک به روی رادیکال دو. جواب نهاییت آ یک هم با آ یک میره، میشه سه به روی رادیکال دو. اوکی؟ حله اسکرین ملیکا فیض اللهی چک میکنی سوالا رو؟ بله یا نخیر؟ نه خیر. اینا هم میدونم بعد از این چک کنیم. مثبت 2 در جریان. خب مثبت 2 سانتی متر. وزنه ای به جرم 200 گرم را به ثابت فنری با به فنری با ثابت 80 نیوتن بر متر آویزان کردیم. در یک لحظه در مکان مثبت 2 سانتی متر اندازه شتاب وزنه را بیابید. آقا شتاب از رابطه منهای اومگا 2 در ایکس به دست میاد. x دارم اما اومگا ندارم. بریم اومگا بسازیم. میگم اومگا برابر است با رادیکال کا روی m. من جاد باشم برای ساده کردن کارم به توان 2 رادیکال بره. میگم اگر به توان 2 برسونم اومگا رو میشه کا روی m. مقدار کا رو بهمون داده 80، جرم رو داده 200 گرم. تبدیل نکردی دعای معروف. 10 به توان منهای 3. میگم 10 به توان منهای 3 با 2 تا صفر این میره، میشه 10 به توان منهای 1. 10 به توان منهای 1 بره بالا میشه مثبت 1، میشه 800 تقسیم بر 2 یا 400 رادیان بر ثانیه. این هستی.
حالا بیا به جای اومگا عددشو بذار. ولی اومگا دو به دست آوردی دیگه، به توان دو نرسونی. میگم اومگا دو میشه منهای 400 در چه فاصله؟ در فاصله 2 سانتی متری. 2 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر. خب 10 به توان منهای 2 با 2 تا صفر این میره، میشه 8 متر بر مجذور ثانیه. منفی مثبتی زیاد تاثیر نداره چون کلمه اندازه اومده، اندازه یعنی قدر مطلق. حله؟ سابو اسکریم. میگه وزنه به جرم 200 گرم که به انتهای فنری با ثابت 500 نیوتن بر متر بسته شده است را روی سطح افقی بدون اصطکاکی به نوسان در میاره. اگر بیشترین و کمترین طول فنر 55 و 45 باشه، بیشینه سرعت نوسانگر. بچه نگاه کنید، سرعت نوسانگر، سرعت ماکسیمومش از رابطه آ اومگا به دست میاد. خب اومگا ندارم، آرم ندارم، من یه نکته دارم اینجا. نکته هم اینه بچه ها، نگاه کنید، بهم گفته بیشترین اندازه طولش 55، کمترین اندازه طولش 45. قبول این وسط یه پاره خط دارم از 45 تا 55 که نوسانگر من داره بین فاصله 45 تا 55 نوسان میکنه. قبول؟ کمتر از 45 نمیشه، بیشتر از 55 هم نمیشه، پس پاره خط نوسانی. میگم پاره خط نوسانو دارم 55 45. خب بچه ها اگر پاره خط نوسانو داشته باشیم، اینم مرکز باشه، دامنه چقدره؟ میگم همیشه یاد گرفتی دامنه میشد پاره خط تقسیم بر 2. بچه ها پاره خط اون از 45 تا 55 پس میشه 10 تقسیم بر 2 یا 5 سانتی متر. اینم از دامنه. میگم دامنه رو دارم 5 ضرب در 10 به توان منفی 2. اومگا میخوام چی کار کنم؟ میگم سامانه جرم فنر، در سامانه جرم فنر اومگا از رابطه رادیکال کاو روی ام به دست میاد برابر است. بچه نگاه کنید، ضرب و تقسیم مهمه. ثابت فنر یا کاو رو بهمون داده 500 تقسیم بره، جرم رو بهمون داده 200 گرم، 200 ضرب در 10 به توان منفی 3. این هستی خیلی که عدد درسته؟ نگاه کن. میگم 10 به توان منهای 3 دو تا صفر اینو میزنه، یه 10 به توان منهای 1 میمونه، میره بالا میشه مثبت 1، میشه رادیکال 5000 تقسیم بر 2 یا رادیکال 2500. 2500 رادیکالش میشه 50. حالا اومگا هم داریم، بیا اینجا، اینم 50. خب 10 به توان منفی 2 یه صفر اینو میزنه، 25 تا یه اشار هم بهش میده، میشه 2.5 متر بر ثانیه، بیشینه سرعت نوسان گر. تست کنکورت هم است. حله؟ اوکی بچه ها؟ بعدی رو ببین. میگه وزنه به جرم 100 گرم به انتهای فنری با ثابت 4000 نیوتن بر متر بسته شده است. بیشترین طول فنر 60 سانتی متر و کمترین طولش 50 سانتی متر. بیشترینش 60، کمترینش 50. مرکز نوسان دامنه میشه چقدر بچه‌ها؟ دامنه میشه پاره خط تقسیم بر 2، 50 تا 10 تا 60 10 تقسیم بر 2 میشه 5 سانتی متر. این است. بهم گفته هنگامی که طول فنر 58 میشه، نگاه کن خیلی مهمه، 50 مرکز تعادلت میشه 55، 58 میشه اینجا، این 58 یعنی از 55 تا 58 چقدر تغییر طول دادیم. بچه ها ما اولین تعریف که تو نوسان کردیم این بود، گفتیم مکان نوسانگر
یعنی فاصله نسبت به مرکز نوسان یا مرکز تعادل. حالا فاصله چقدره؟ 3 سانتی متر. چقدر تغییر فاصله داشته، مکانش تغییر کرده؟ 3 سانتی متر. میگه اندازه شتاب وزنه و بیشینه سرعت نوسانگر داشته باشید. میگم بیشینه سرعت نوسانگر یا وی ماکس میشه آ اومگا. اوکی، آ رو داری، آ 5 سانتی متر یا 5 ضرب در 10 به توان منهای 2. اومگا چقدره؟ ندارمش، سامانه جنفانه رو اومگا رو بلدم به دست بیارم. اومگا میشد رادیکال کا به روی ام. کا رو چقدر بهت داده؟ 400. امو داده 100 گرم. 100 گرم میشه 100 ضرب در 10 به توان منهای 3 کیلو گرم. 10 به توان منهای 3 دو تا صفرشو میزنه، یه 10 به توان منهای 1 میمونه. 10 به توان منهای 1 میره بالا میشه رادیکال 4000. رادیکال 4000 بچه‌ها جذرش میشد چقدر؟ شما بلدین؟ آفرین، 200. خیلی خوب شد، باورم نمیشه. 200 رادیان بر ثانیه. این از این پار میده بگه. اوه 4000 از اول. آره دیگه، اصلا 40000 میشه 200. 4000، 40000، حالا درست شد 200. حله، درسته، جواب درسته. اومگا رو داری حالا؟ میگم اومگا رو هم دارم 200. دو تا صفرش با 10 به توان منهای 2 میره 5، دو تا میشه 10 متر بر ثانیه. خب بچه 10 متر بر ثانیه، یا جوابم یکه یا جوابم گزینه 3، این دو تا غلطه. بریم سراغ شتاب. میگم شتاب ماکسیموم که نخواست، شتاب خواست. شتاب میشد چی بچه ها؟ منهای اومگا 2 در ایکس. کلمی اندازه هم آورده، پس منفی مثبتش تأثیر نداره. اومگا رو داریم 200، به توان 2 میخواییم برسونیمش بچه ها. اومگا رو به توان 2 برسونیم میشه 40000. این از این زب داره. در چه مکانی بچه ها؟ گفته در 3 سانتی متری یا 3 ضرب در 10 به توان منفی 2. این از این 10 به توان منهای 2 دو تا صفرشو میبره، 3 ضرب در 400 میشه 1200 متر بر مجذور ثانیه. جواب میشه گزینه 1. تست چه سالی امریکا؟ فیض اللهی نمیدونی تو هم؟ نمیدونی، اب نتر. تست کنکوره. اوکیه؟ خب، بریم. تست مال خودت. بعدی رو نگاه کن. میگه در هر قد به ثابت یک فنر افسوده شود، یعنی کار رو زیاد کنیم، وقتی تحت تأثیر یک نیرو به نوسان درآید، جای خالی نوسانهای آن جای خالی می شود. حالا بسامت دوره یا دامنش زیاد یا بدون تغییر یا کمتر می شود. بچه ثابت فنر رو نگاه کنید. میگم اومگا برابر است با رادیکال کا به روی ام. میگه هر چقدر افزوده بشه، کا زیاد بشه، با اومگا رابطه ای مستقیم داره، پس اومگا رو هم زیاد میکنه. از طرفی شما میدونی چون در راجع به دوره و بسامت حرف زده، من این دوتا رابطه رو مینویسم. با بسامت رابطه دو پی اف داره و با دوره رابطه دو پی تی ام داره. نگاه کن، میگم با افزایش اومگا فرکانس زیاد میشه و با افزایش اومگا دوره کم میشه. گفته دوره بدون تغییر غلط، گفته بسامت بیشتر درست. با دامنم هیچ ارتباطی نداره. مرسی پویا. حله، به هر کسی که میپرستید قسمتون میدم بچه ها، خواهش میکنم جزوه رو بخونید. وقتی جزوه رو بخونید، توی تستای اولیه گفتم اومگا و آ هیچ ربطی به هم ندارند. این از این. بچه ها برای افزایش فرکانس شما میدونید بعد اومگا زیاد بشه،
وقتی اومگا و آ ربطی به هم ندارن پس دامنه هم با فرکانس ربطی به هم ندارن. این هستی. مرسی. حالا شد. بچه نگاه کنید، میگم اومگا برابر است با رادیکال کا به روی ام. یا باید ثابت فنر رو زیاد کنیم اومگا زیاد شه، این از این، یا باید جرم رو کم کنم که اومگا زیاد شه، پس جرم وزنه رو کاهش میدم. حتون چطوره؟ یه جور دیگه هم میتونستی سوالتو حل کنی. اومگا یعنی بسامد زاویه، بسامد زاویه یعنی سرعت زاویه، سرعت یعنی مقدار حرکت یک متحرک نسبت به زمان. اوکی؟ بچه ها دقت کنید، اگر جرم کمتر باشه، جرم کاهش پیدا کنه، مگه سرعت بیشتر نمیشه؟ پس حالا اگر سرعت بیشتر بشه، یه انگار بسامد زاویه بیشتر شد، پس جوابت میشه گزینه 4. شب شما بخیر. بعدی میگه به انتهای فنر سبکی با ثابت ملیکا، اونا که تست کنکور بهم بگو. میگه که به انتهای فنری با جرم ناچیز وزنه 500 گرمی میآویزیم و آن را در راستای قائم با دامنی کم به نوسان در میآوریم. اگر ثابت فنر 20 نیوتن بر متر باشه، وزنه در هر دقیقه چند نوسان کامل انجام میده؟ بچه ها آخر سر از شما تعداد N میخواد. بهت میگه برو ببین. اشتباه خوندم سوالو. عالی شد. من از اون بار خوندم یه چیز دیگه دیدم. میگه به انتهای فنری سبکی با ثابت 10π2 نیوتن بر متر وزنه به جرم اینقدر آویخته و در راستای قائم با دامنه کم به نوسان در میریم، بسامد چقدر؟ F میخواد، فرکانس میخواد. نخند. نگاه کن. بچه فرکانس میخواد. اوکی فرکانس میخواد. من میدونم فرکانس از رابطه 2πf یا برعکس دوره به دست میاد. یا احتیاج به دوره دارم یا احتیاج به اومگا دارم. خب بچه چون ثابت فنر و جرم دارم میرم سراغ اومگا. اومگا از طرف دیگه برابر بود با رادیکال کا به روی ام. رادیکال کا رو چقدر بهتون داده بچه ها؟ 10π2. این 10π2 گفته جرم اونم بوده 100 گرم یا 100 ضرب در 10 به توان منفی 1. چرا منفی 1؟ منفی 3. خب 10 به توان منهای 3 دو تا 0 رو میزنه میشه 10 به توان منهای 1. منهای 1 میره بالا میشه 100π2. از 100 جذر بگیرم میشه 10، از π2 جذر بگیرم میشه π. رادیان بر ثانیه رفیق. این از این. حالا بیا میگم اومگا رو دارم 10π برابر است با 2πf. π با π ساده میشه، فرکانس میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول یا 5 هرتز. جواب گزینه است. حالا چه جوریه شقایق؟ میدونی چرا یه جوریه؟ جلسه اولی که دو جلسه پیش که همه تون غایب کردین، یه جلسه هم وقت رو انداختیم وسط شدای تموم شوین، یادتونه؟ آقای شاعر میگه اون موقع که جیک جیک مسنونت بود، فکر زمستونت بود، یادت نمیاد همون موقعی که لایف گذاشتم اومدین تو لایف گفتم پوستتون رو میکنم، یادتونه؟ آره اون موقعی که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت هم بود یا نه؟ نه. خب حالا بهتون میگم، اشکال نداره. میگه به انتهای یک فنر با جرم ناچیز وزنه 500 گرمی میآویزیم و آن را در راستای قائم با دامنه کم به نوسان در میآوریم. تنها راهکارش اینه، این یک هفته‌ای که یه ذره سرتون خلوت‌تره توی امتحان به خاطر امتحان نداشتن،
ویدیوهای نوسان رو از اول ببینید، 5 تا 6 تا ویدیو همه رو ببینید بچه‌ها، هیچ راهکار دیگه‌ای هم نداره، باید نوسان از اول خونده بشه. نگاه میگه اگر ثابت فنر 20 نیوتن بر متر باشه در هر دقیقه چند نوسان کامل انجام میده؟ بچه‌ها ما برای اینکه بدونیم، ببین کلمه در هر نوسان در هر دقیقه چند نوسان انجام میده TNT، هر موقع این جمله رو دیدی یعنی TNT، اینم میخواد ازت. خب باید چی کار کنم؟ میگم برای داشتن دوره احتیاج به اومگا یا خود دوره دارم. آقا راجب دوره یا اومگا باهات صحبت کرده؟ میگم آره اطلاعات لازم یعنی امبکا رو به هم داده. دیگه امتحاناتون آسون عدد در نهیم سبا. میگم اومگا برابر است با رادیکال، بذار دوره خود دوره بریم برعکسش نه، تی برابر است با دو پی رادیکال ام به روی کا، برعکسش میشه. این است بچه ها، یک کلک به سوال بزنیم. یادت باشه هر موقع پی دو بهت داد یا مثلا یک اطلاعاتی تو پرانتز داد، طراح سوال قطعا باورش بر اینه که شماها باید از این استفاده کنید تا سوالتون راحت‌تر حل بشه. حالت دیگه هم حل میشه ها. بیا به سوالی کلک بزنیم. چی کار کنیم؟ دو پی رو ببریم زیر رادیکال. چه شکلی این کارو کنم یا امام زمان؟ میگم تی برابر است با دو پی رو به توان دو اگر برسونیم میشه 4 پی دو. حالا رفت زیر رادیکال. فرقش چیه؟ هیچی. جرمو چقدر بد داده؟ 500 گرم. تبدیل یادت نره ها. 500 ضرب در 10 به توان منهای 3 یا نیم کیلوگرم. این از این. بروی ثابت فنر رو داده چقدر؟ 20 نیوتن بر متر تقسیم بر 20. میگم بچه‌ها دقت کنید. پی دو 10. این 10 با اعشار این میره. 4 5 تا 20 تا 20 21. به دست اومد. آسونه. برو ببینیم بابا. شما اینطوری باید درس بخونید. شیمی، فیزیک، زیست فیزیک، ریاضی فیزیک، ادبیات فیزیک، دینی فیزیک، تربیت بدنی فیزیک، یعنی یکی در میون فیزیک. بی من چه؟ همینی که هست. نگاه کن حالا تی انتی کن دوره داری؟ میگه تی برابر است با تی کوچیک به روی ان. دوره رو دارم. یک گفته در هر دقیقه یا 60 ثانیه به روی N. بله درسته، اطلاعات کافیه. از اینجا تعداد N به دست میاد 60 نوسان. جواب گزینه چهار. حله ملیکا نعمتی، حله با فیزیک به هزین باشید که با بقیه درسایید. اون موقعی که کلاس آنلاین ویدیو روشن میکنین جلو معلمتون پروانه میزدین یادتون رفته؟ یادتون رفته؟ فکر میکنین اینا رو ما یادمون میره دیگه؟ شما رو تو تاریخ مینویسن جلو معلم تربیت بدنیتون دراز نشست میرفتیم. من هیچ وقت نمیتونم مشاور باشم. اگه مشاور باشم تو هفته 19 ساعت 20 ساعت فیزیک میچینم. نمیتونم. واقعا مکافات دیگه. مثلا 30 ساعت فیزیک میچینم تو هفته. بخش زیادی از هفتهتون رو فیزیک میکنم. مثلا همین هیچ وقت سمت مطلب مشاوره نرفتم و نمیرم. نگاه کن میگه وزنه 400 گرمی را به یک ثابت که ثابت آن کاه و جرم آن ناچیزا آبیخته و با دامنه کم به نوسان در میآوری. وقتی بهت میگه با دامنه کم به نوسان در میآوریم، چرت و پرت و عجویات سوال ها. بچه ها دقت کنی، بل کمپار میدار، غیبت نکنید، غیبت نکنید. به نظر من هر کسی که دو تا کار تخصصی رو همزمان انجام میده، هم مشاوره میده و هم درس میده، توی هیچ کارش متخصص نیست. نگاه کنید
وزنه 400 گرمی را به فنری که ثابت آن کاه و جرم آن ناچیز است آویخته و با دامنه کم به نوسان در می‌آید. بچه‌ها کلمه دامنه کم یادت باشه کلا نوسان با دامنه کم اتفاق می‌افته. پس حجویات سوال رفیق دقت کن، میگه به وزنه چند گرمی به وزنه قبلی اضافه کنیم تا دوره تناوب نوسانات 1.5 برابر بشه. دوره تناوب 1.5 برابر شود. این وقتی بهت میگه دوره تناوبات انقدر بشه، یعنی تی دو به روی تیه که تو بهت گفته 1.5 بشه. بچه ها 1.5 رو بخواییم به کسر بنویسیم میشد 3/4. این از این. حالا چه اطلاعاتی میخواد از من؟ میگه برو ببین چقدر وزنه باید اضافی کنم. بریم مقایسه تی دو به روی تی یک. تی دو به روی تی یک برابر است با رادیکال ام دو به روی ام یک ضرب در کا یک به روی کا دو. راجع به کا با من صحبتی نکرده. چی گفتم؟ 3/2. ببخشید. 3/2. بچه ها راجع به کا دو به روی کا یک با من صحبت نکرده. پس تغییراتی نداره. بریم سراغ اینا. میگم بچه ها تی دو به روی تی یک رو دارم 3/2 برابر است با رادیکال ام دو به روی ام یک. بچه ها بیایم دوباره فن بزنیم به سوال. چه فنیم؟ میگم 3/2 رو به توان 2 برسون رادیکال رو از بین ببر میشه 9/4. 9/4 برابر است با ام دو به روی ام یک. از طرفی گفته وزنت 400 گرمی بوده، همین گرم رو بذار آخر سرم به گرم به دست بیاد، چون آخر سرم گفته برو ببین وزنه چند گرمی بهش اضافه کنم. میگم ام یک هم بوده 400، اینم ام دو. 400 با 4 ساده بشه میشه 100. 9 ضرب در 100 ام دو بوده 900 گرم. بچه ها توی کنکور رفقامون اومدن به جواب 900 گرم رسیدن و تجربی 89 بوده. جوابشون توی گزینه ها بوده 900 گرم هم بوده ولی جواب نهایی نبوده. کلمه رو نگاه کن، گفته چقدر اضافه کنیم، 400 گرم بوده چقدر باید بهش اضافه کنم. میگم ام دو منهای ام یک میشه 500 گرم، باید 500 گرم بهش اضافه بگه. جواب گزینه تو اوکی؟ چقدر من تست دادم نوسان، چقدر شما نخوندین تستای نوسان. آخه آفرین. سوال بعدی مال خودت. بیا سراغ انرژی در حرکت هماهنگ ساده. آخرین مطلب نوسانت، البته یک آبنگم داره ولی مهمش همین انرژی. انرژی تموم بشه نوسانتون تمومه و هفته آینده یک آبنگ بهتون میگم و میریم سراغ موج. موجو میگیم، صوتو میگیم، دیگه از 12 درس نمیدیم. نگاه کن، دقت کن، خوب دقت کن. انرژی در حرکت هماهنگ ساده یا حرکت نوسانی ساده. انرژی در حرکت هماهنگ ساده یعنی چی؟ بچه در هر حرکت نوسانی انرژی ذخیره و مصرف میشه. من میخوام شما رو ببرم تو دل یک موضوع دیگه. نگاه کنید لطفا. حرکت اجسام از نظر ما، حرکت در اجسام به دو صورت اتفاق میفته، یا جسم من ساکنه یا جسم من در حال حرکت. اگر جسم من یک جسم ساکن باشه یعنی سرعت ندارد، اگر جسم من در حال حرکت باشه یعنی سرعتی خلاف صفر داره، سرعت داره. این از این. بذارش کنار، کاری بهش دیگه ندارم. بچه ها انرژی، چند تا انرژی میشناسین کلن شما؟ هرچی انرژی میشناسین برام بگید. خب جنبشی دیگه، پتانسیل دیگه، مکانیکی دیگه، الکتریکی دیگه، خورشیدی دیگه، حرکتی که همون جنبشی. پارمیدا شبت بخیر.
بچه همه اینا که میگین درسته، انرژی هن. اما ما کلن دو تا انرژی بیشتر نداریم امو. انرژی ها چیه امو؟ انرژی ها دو دست هست امو. چی و چی؟ یا جنبشیه یا پتانسیل. پس بقیه اینا که بچه ها دارن میگن چیه؟ دو تا حالت یا دو تا صورت انرژی داریم. بقیه یه انرژی ها که دارین راجبش حرف میزنید زیر مجموعه جنبشی و پتانسیل. پس ما دو تا انرژی بیشتر نمیشناسیم. یا انرژی هامون انرژی های جنبشی هن، یا انرژی هامون انرژی های پتانسیل هن. بچه ها یادتون باشه انرژی جنبشی انرژیه که اجسام به واسطه یه حرکت کردنشون به دست میارن، یعنی انرژیه که باید جسم من شروع به حرکت کنه، یعنی ویش باید خلاف صفر باشه تا انرژی جنبشی باشه. از طرفی انرژی پتانسیل انرژیه که اجسام به واسطه ساکن بودنشون تو خودشون ذخیره میکنن، یعنی باید سرعت جسم من صفر باشه. اسم دیگه انرژی های پتانسیل انرژی های ذخیره ایه و اسم دیگه انرژی های جنبشی انرژی های حرکتیه. حالا دقت کنید بچه ها، اگر جسم من ساکن باشه جنس انرژیش چیه؟ پتانسیل. اگر جسم من در حال حرکت باشه جسمش انرژیش چیه؟ جنبشی. حالا نگاه کن بچه ها، ما یاد گرفتیم تو نوسان توی دامنه ها سرعت نوسانگر چنده؟ در حال چرخش نه، الان بهتون میگم، الان کامل بهتون میگم پویا. بچه ها تو دامنه ها سرعت نوسانگر چند بود؟ این دامنه مثبت و اینم دامنه منفی. این از این. بچه ها یادتون باشه در دامنه ها سرعت نوسانگر شما صفر. در دامنه سرعت نوسانگر صفر. پس در دامنه ها چی دارم؟ انرژی پتانسیل ماکسیموم. چرا؟ چون سرعت صفر. یول ماکس. بچه ها یادتونه گفتم در مرکز سرعتمون سرعت ماکسیمومه؟ حالا چون تو مرکز سرعتمون سرعت ماکسیمومه، ویمون وی ماکسه، پس حتما در مرکز نوسان انرژی جنبشیم انرژی جنبشی ماکسیمومه. کاماکسیموم این هست. حالا دقت کنید رفقا، انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، بلکه از حالتی به حالت دیگه یا صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. یعنی اگر پتانسیل کم بشه جنبشی زیاد میشه، جنبشی کم بشه پتانسیل زیاد میشه. بچه توی ناحیه یک نوسانی من دارم از پتانسیل ماکسیموم دور میشم، پس پتانسیل به مرور زمان کم میشه و تبدیل میشه به انرژی جنبشی. در مرکز این انرژی جنبشی ماکسیموم میشه. بعدی ناحیه دو رو نگاه کنید، توی ناحیه دو نوسانی انرژی جنبشیم داره کاهش پیدا میکنه، انرژی پتانسیلم زیاد میشه تا به دامنه که میرسه انرژی پتانسیلش ماکسیموم میشه. در ناحیه سه نوسانی انرژی پتانسیلم دوباره داره کم میشه، انرژی جنبشیم داره زیاد میشه و به مرکز که میرسه ماکسیموم. در ناحیه چهار نوسانی انرژی جنبشیم داره کاهش پیدا میکنه، انرژی پتانسیلم افزایش پیدا میکنه و به دامنی که میرسه انرژی پتانسیل ماکسیموم. اوکیه؟ بچه ها تمام اینا رو بهتون توضیح دادم. اما انرژی مکانیکی، بچه ها انرژی مکانیکی میشه مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی. بچه ها ما یاد گرفتیم، دوباره اینجا مرور کنیم، یاد گرفتیم در دامنه مثبت آب و در دامنه منفی ها، یعنی نقاط بازگشته، پتانسیل ماکسیموم خواهیم داشت، یو ماکسیمومه، و در مرکز انرژی جنبشیمون ماکسیمومه. بچه ها هر کجا که انرژی ها ماکسیموم شد اون یکی انرژی صفره، یعنی در دامنه ها کا صفره و در مرکز یو صفره.
حالا بیا تحلیل کنیم. میگم ای برابر است با یو به اضافه کا. اگر در مرکز تحلیل کنیم یو نداریم، کا ماکسیمومه. پس انرژی جنبشی از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ 1/2 ام وی 2 ماکسیموم. این از این. حالا به تو میگم. نگاه کن. در دامنه یو ماکسیمومه و یک رابطه‌ای داری به نام 1/2 کا آ به توان 2. این که این رابطه از کجا اومده رو بذار کنار. اثبات مهم نیست. اصلا مهم نیست. از همون کا ایکس اومده. ولی اثبات مهم نیست. بچه ها یادتون باشه انرژی در دامنه 1/2 کا آدوه، در مرکز 1/2 ام بی دو ماکسیمومه. حله؟ اسکرین ها رو بگیر سبا. بریم سراغ اینجا. بچه ها میخواییم چند تا رابطه از انرژی بشنسیم. 1/2 کا آ دو در دامنه اتفاق میافتاد، تکراریه. 1/2 ام وی ماکسیموم در مرکز اتفاق میافتاد و اینم رابطه تکراریه. خوب دقت کنید بچه ها، ما میدونیم وی ماکسیموم از رابطه آ در اومگا به دست میاد. حالا من چون وی ماکسیموم به توان 2 دارم میشه آ 2 اومگا 2. به جای وی ماکسیموم میام آ 2 اومگا 2 میذارم. پس یک رابطه دیگه شناختم، 1/2 ام آ 2 اومگا 2. این از این. بریم سراغ رابطه بعدی. بچه شما میدونید شتاب از رابطه چی به دست میومد؟ بچه ها منهای اومگا 2 در ایکس. حالا اگر شتاب ماکسیموم میخواستیم میشد منهای اومگا 2 در آ. منفی مثبتش هم برامون مهم نیست. حالا بچه ها اینجا مگه آ دو اومگا دو نداریم؟ بیا به جای اومگا دو و یه دونه آ شتاب ماکسیموم بذار، پس میشه ام آ در آی ماکسیموم. این از این. از طرف دیگه شما میدونید نیرو از رابطه ام ضرب در آ به دست میاد. به جای ام و آش نیرو بذار، نیروی ماکس بذار، شتاب ماکسی میشه 1/2 آ اف ماکسیموم. این هم رابطه بعدیش و این هم تحلیل اثباتاش. بچه ها از کدوم فرمول کجا استفاده کنم؟ با توجه به اطلاعات سوال همه فرمولات مهمه. با توجه به اطلاعاتی که سوال بهت میده همه فرمول ها میتونن تاثیرگذار و مهم باشن. اگر قرار نوسان و موج و صوت 7-8 تا تست روی کنکور داشته باشن، من اگر طراح کنکور باشم یه دونهشو میدم به انرژی. یه سهم داره انرژی. یکی، دو تا، سه تا، 4 تا، 5 تا فرمول. ولی بیایم اینجا امتحان نهاییت، خوراک امتحان نهاییت. بچه ها اگر هیچ کدوم از این اطلاعات رو نداشتی، نتونستی از این فرمول ها بیای اطلاعات لازم رو به دست بیاری، میای سراغ این، میگی 2P2 ام آ 2 اف 2. یادت باشه این اف فرکانس، آ دامنه است، ام جرمه. ای برابر است با 2P2 ام آ 2 اف به توان 2. بچه ها انرژی برای تمام نوسانگرها، چه سامانه ای جرم فنر باشه، چه آونگ باشه و چه نوسانگر ساده باشه که با هم بررسیش کردیم، این رابطه رو میتونی براشون استفاده کنی. اگر تونستی از این روابط، نشد میری سراغ اون رابطه. حله؟ سبا اسکری میگه انرژی پتانسیل و جنبشی یک نوسانگر به ترتیب 12 صدم ژول و 6 صدم ژوله. اگر جرم نوسانگر 10 گرم و دامنه حرکت آن 4 سانتی متر باشه، دوره و بسامد حرکت را بیابید. بچه نگاه کنید، شما میدونید انرژی مکانیکی یعنی مجموع پتانسیل و جنبشی. خب پتانسیل رو داده 12 صدم، جنبشی رو داده 6 صدم، پس عملا انرژی مکانیکی رو شما دارید 18 صدم ژول. این از انرژی. من مقدار انرژی پتانسیل و جنبشی رو جمع کردم و از دلشی به دست آوردم بچه ها انرژی مکانیکی. این از این. از طرف دیگه بچه ها ببینیم
از کدوم فرمول میتونیم استفاده کنیم؟ جرم نوسانگر داده، دامنه حرکت داده. آقا جرم و دامنه فقط تو فرمول اصلی میاد، پس میگم ای برابر است با فرمول اصلی رو براش بنویس، دو پی دو ام آ دو اف به توان دو برابر است با. بچه ها ای رو داریم 18 صدم یا 18 ضرب در 10 به توان منهای 2 برابر است با 2 پی به توان 2. جرم رو به همون داده چقدر؟ 10 گرم یا 10 ضرب در 10 به توان منهای 3 ضرب داره. آ رو به همون داده چقدر؟ 4 سانتیمه، تبدیل یادت نره، 4 ضرب در 10 به توان منهای 2 به توان 2. و فرکانس رو میخوایم، اف به توان 2. بریم ضرب و تقسیم کنیم بابا جان. نگاه کن، میگم این که میشه 16 ضرب در 10 به توان منهای 4، این از این 10 به توان منهای 3 یه صفر اینو میزنه، 2 پی 2 پی 2 رو هم 10 بگیرید بچه ها، پی 2 هم برابر است با 10. یه دونه پی 2 هم میزنه میشه 10 به توان منهای 2، با 10 به توان منهای 4 میشه 10 به توان منهای 6. این از این. یه 2 دارم ضرب در 16 بشه میشه 32. اینجا ادامهشو بنویسیم. میگم از این طرف، از این طرف بچه‌ها 18 ضرب در 10 به توان منهای 2 مونده، از اون طرف 32 با 10 به توان منهای 4، منهای 3، منهای 7، منهای 6، منهای 5، 10 به توان منهای 5 ضرب در F به توان 2. بچه ها فرکانس میخواییم میشه طرف معلوم یا 18 ضرب در 10 به توان منهای 2 تقسیم بر ضریب مجهول یا 32 ضرب در 10 به توان منهای 5 برابر است با 10 به توان منهای 5. به پر بالا مثبت 5 با 10 به توان، با 10 به توان منهای 2 میشه 10 به توان مثبت 3. 18 رو هم با 32 ساده کنیم، 18 به 2 ساده بشه 9، 32 به 2 ساده بشه 16، میشه 9 16 همه ضرب در 10 به توان 3. میبری زیر رادیکال، فرکانست به دست میاد. از اینجا نتیجه میگیرم، میگم فرکانس برابر است با جذر بگیریم میشه 3 4، 10 به توان 3 میشه 1000 یا میشه 10 رادیکال 10. این از این، یا میشه 30 رادیکال 10 4. حالا دوره میخوای برعکسش کن، میشه 4 به روی 30 رادیکال 10 ساین. ضرب و تقسیم بود فقط، نه درست، درست درست، همه چی درست. اسکرین بگیر. حله؟ یه اوکی بده. بعدی رو ببین، میگه طول پاره خط نوسان 24 سانتی متره، اگر بیشینه نیروی نوسانگر 6 نیوتن باشه انرژی مکانیکی پیدا کنید. بچه ها انرژی مکانیکی رو از رابطه پیدا کنید که نیروی بیشینه یا اف ماکسیموم داشته باشه و پاره خط نوسان یعنی دامنه 12 سانتی متر. برو بگرد دنبال رابطه ای که دامنه و نیروی ماکس داره. دامنه و نیروی ماکس رو از کدوم رابطه پیدا کنم؟ یک دوم آ اف ماکسیموم. میگم انرژی، بچه این خیلی تمرین میخواد، انرژی مکانیکی میشه یک دوم آ اف ماکس. دامنه رو داریم 12 ضرب در 10 به توان منهای 2، یک دوم هم داریم جا انداختیم، اف ماکسیموم اونم به اون داده 6 نیوتن برابر است با. میگم 6 نیوتن با 2 ساده میشه میشه 3، 3 ضرب در 12 میشه 36 ضرب در 10 به توان منهای 2 ژول. تمام، مهمه، خیلی مهمه، این فرمولا هم خیلی مهمه. حله؟ میگه بیشینه سرعت یک نوسانگر 6 متر بر ثانیه است، سرعت ماکسیموم وی ماکس بهت داده،
در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل آن 8 برابر انرژی جنبشی سرعت نوسان بیابید. بچه نگاه کنید، در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل 8 برابر جنبشیه یعنی چی؟ معنی کنید، یعنی یو برابر است با 8 تا انرژی جنبشی. از طرفی شما میدونید انرژی مکانیکی برابر است با مجموع پتانسیل به اضافه جنبشی. هر جا که یو دیدی به جاش 8 کا بذار. میگم از اینجا نتیجه بگیر، ای برابر است با 8 کا به اضافه کا، پس ای برابر است با 9 کا. این نتیجه. خب مگه سرعت نمیخواد؟ از ما مگه اطلاعات سرعتی نمیخواد؟ بچه ما میدونیم اگر اطلاعات سرعت بخواد ازمون، از چون سرعت بیشینه داده، بریم از رابطه استفاده کنیم که سرعت بیشینه داره. به جای ای از رابطهش استفاده میکنم، میگم 1/2 ام وی ماکسیموم به توان 2. از طرف دیگه ای به جای جنبشی هم رابطهشو میذارم، 9 ضرب در 1/2 ام وی ماکسیموم، وی به توان 2 دیگه، وی ماکسیس. بچه این ویه رو میخواد، بریم با هم ضرب و تقسیم کنیم. میگم آقا اعداد ثابت 1/2 و 1/2 میرن، ام و ام هم که با هم ساده میشن، وی ماکسیموم هم داده 6، به توان 2 برسون، برابر است با 9 تا وی 2. میگم 36 برابر است با 9 تا وی 2. جذر بگیریم از اینا، قبل از جذر گرفتن ساده شون هم کنیم، 36 با 9 ساده بشه میشه 4 تا وی برابر است با وی 2. وی از اینجا به دست میاد 2 متر بر ثانیه. شب بخیر. چطور بود؟ بگیر اسکرینو بابا جان. اگر دامنه نوسانات را دو برابر و دوره حرکت را 4 برابر کنیم، انرژی مکانیکی نوسانگر چه تغییری میکنه؟ آها، خوشگل شد. دامنه نوسان را 4 برابر کنیم، دوره حرکتش هم بیایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ 4 برابر کنیم. نگاه کنید، من این سوال دارم، رابطه اصلی انرژی مکانیکی گفتیم چیه؟ 2π2mA2F2. نگاه کن راجب چیا حرف زده، راجب دامنه و راجب دوره. انرژی مکانیکی با دامنه رابطه مستقیم به توان 2 داره، این از این. از طرف دیگه ای انرژی مکانیکی با فرکانس به توان 2 رابطه مستقیم داره، اما فرکانس خودش با دوره رابطه عکس داره. پس از اینا نتیجه میگیریم که انرژی مکانیکی با فرکانس چه رابطه‌ای، با دوره چه رابطه‌ای داره؟ رابطه عکس داره، اما عکس به توان 2. این از این. حالا بیا مقایسه شون رو بنویسیم. میگم E2 به روی E1 برابر است با، البته دیگه مقایسه کردن اینا هم لطفی نداره ها، یه حرفه‌ای بنویسیم. نگاه کن، میگه دامنه این نوسان رو دو برابر کنم. میگم اگر A 2 برابر بشه به توان 2 برسه، E 4 برابر میشه. یه بار 4 برابر شد، بذارش کنم. گفته دوره حرکت رو 4 برابر میکنم، میگم دوره حرکت 4 برابر بشه به توان 2 برسه میشه 16. با ای رابطه عکس داره، پس ای میشه 1/16. پس میگم تحلیل کن، 1/16 ضرب در 4 میشه 1/4 برابر. حله؟ حرفه‌ای حلش کردم برا تو. اوکیه؟ بیاییم بالا. بچه این نکته که بهتون گفتم سبا اسکرین بگیره، اینجا برات می نویسم، همون نکته است که اونجا داشتیم. می نویسم دست نویس که یادت باشه بری سراغ جزوه دست نویست اینو وارد کنی. بریم بعدی. نگاه کن، میگه با توجه به نمودار زیر در کدام بازه زمانی شتاب مثبت و انرژی جنبشی در حال کاهش؟ سریع دایره نوسان، این دایره. میگم مثبت آ، منفی آ. توی منفی آ شتاب ماکسیموم مثبت
و در مثبت آ شتاب ماکسیموم منفی. در ناحیه 1 نوسانی و در ناحیه 4 نوسانی شتابتون منفیه و در ناحیه 2 و ناحیه 3 شتابتون مثبت. این تا اینجا گفته در کدام بازه زمانی شتاب مثبت میگم یا ناحیه 2 باید باشه یا ناحیه 3 و انرژی جنبشی در حال کاهشه. انرژی جنبشی در حال کاهشه، میگم انرژی جنبشی در مرکز ماکسه. در کدوم ناحیه انرژی جنبشی کم میشه بچه ها؟ یا ناحیه 2 یا ناحیه 4؟ میگم کم میشه و به دامنه که میرسه یوش ماکسیمومه. هی داره کارو کم میکنه که به دامنه رسید ماکسیموم بشه، کا داره کم میشه. آقا من کدوم ناحیه به دردم میخوره؟ شتاب منفی، انرژی جنبشی در حال کاهش. پس بعد دنبال ناحیه 2 بگردم. بیایم اینجا. میگم بچه ها دقت کنید، از اینجا شروع کردم به اینجا رسیدم، به تی 4 که برسم یک نوسان انجام دادم. دقت کن، یعنی از مثبت آ اومدم به صفر، از صفر اومدم به منفی آ، از منفی آ دوباره اومدم به صفر و از صفر دوباره رفتم به مثبت آ. هر کدوم از آ تا صفر یک ربع دایره است. میگم پس دقت بفرمایید، از آ تا صفر میشه ناحیه 1، از صفر تا منهای آ ناحیه 2، از منهای آ تا صفر ناحیه 3، از صفر تا مثبت آ ناحیه 4. پس بازه زمانی من کدومه؟ ناحیه 2. میشه کجا تا کجا؟ تی 1 تا تی 2. خیلی جذابن. اوکی زیبا نیست؟ جذابه. آفرین کیانا، آفرین پارمینا، آفرین، مرسی شبایی. نگاه کنیم بعدی. با توجه به نمودار زیر در کدام بازه زمانی سرعت مثبت، انرژی پتانسیل در حال کاهش؟ خب انرژی پتانسیل زمانی کم میشه که متحرک یا نوسانگر من به مرکز نزدیک بشه. انرژی پتانسیل کاهش، انرژی پتانسیل کاهش، یعنی یا ناحیه 1 یا ناحیه 3 نوسانی. میگه از طرفی سرعت مثبت باشه، در ناحیه 1 نوسانگر داره میاد پایین سرعتش منفیه، در ناحیه 3 داره میره بالا سرعتش مثبت. پس بگرد دنبال ناحیه 3، بیا تو دل نمودار. میگم از اینجا شروع شده تا اینجا، هر کدوم از تیکه‌هاش از آ تا صفر بچه‌ها میشه کدوم بازه؟ میشه یک ربع دایره. میگم از صفر تا تی 1 ناحیه 1، از تی 1 تا تی 2 ناحیه 2، از تی 2 تا تی 3 ناحیه 3 و از تی 3 تا تی 4 ناحیه 4 نوسانیه. پس بچه‌ها کدوم ناحیه به درد من میخوره؟ تی 2 تا تی 3 که در ناحیه 3. ببین ما کیم، ببین چه جوری داری سوال حل میکنی، قدر بدونید. بریم سبا، بگیر که بریم. کمر همت و اصلا امروز نوساناتون رو تموم کنم. نگاه کن، دقت کن. میگه معادله حرکت متحرکی به صورت 2/100 کوسینوس 10 پیتیه. اگر جرم نوسانگر 10 گرم باشد، در لحظه 3/5 ثانیه انرژی جنبشی و پتانسیل آن چند جوله؟ اوکی بچه ها دقت کنید، خیلی قشنگه، خیلی مهمه. خوب دقت کن، اول از به شما چیزی نگیم، پسرها میرن شرک میبینن، شما میرین سیندرلا میبینید. همز نگاه کن اینجا رو ببین، دقت کنید، 3/5 ثانیه رو بذار تو معادله، مکانی که 3/5 ثانیه متحرک توش بوده رو پیدا کن. یعنی چی کار کنم؟ نگاه کن، میگم x برابر است با 2/100 کوسینوس 10 پی، به جای تی 3/5 بذار 3/5. رفقا دقت کنید، من از دل معادله میدونم دامنه آه و اومگا 10 پیه. نگاه کن اینجا رو، خیلی مهم شد، خیلی قشنگ شد. نگاه کن آقا، 10 با 5 ساده میشه
دو پی. دو ضرب در سه میشه شیش پی. بچه ها شما میدونید تمام مضارب زوج پی یکه. کسینوس تمامی مضارب، یه ده بار اینو گفتم، کسینوس مضارب زوج پی یکه. میگم پس این میشه کسینوس یک. مکان به دست میاد بچه ها چقدر؟ دو صدم. مکانی که متحرک در سه پنجم ثانیه توش بوده همون دامنه است. میگم در لحظه سه پنجم ثانیه متحرک من در دامنه است. این از این. بچه ها شما میدونید، ببین چقدر حرفه‌ای میخوایم سوال حل کنیم، شما میدونید در دامنه انرژی جنبشی صفره و پتانسیل ماکسیمومه. پس انرژی مکانیکی که میخواد یا مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل، ای برابر است با یو ماکس. حالا از این تحلیل کن، برو رابطه ای رو پیدا کن که جرم نوسانگر داشته باشه، دامنه داشته باشه، اومگا داشته باشه. کدوم رابطه میشه؟ من یک رابطه بیشتر نمیشناسم، اونم یک دوم ام آ دو اومگا دو برابر است. یک دوم جرم ده گرمه، میشه ده ضرب در ده به توان منفی سه ضرب در آ رو بهتون داده دو صدم. دو صدم میشه دو ضرب در ده به توان منهای دو به توان دو ضرب در اومگا رو بهت داده ده پی به توان دو برسون. میگم پی دورم ده. دقت کنید لطفاً، دقت کنید گلهای باغ خلج، دقت کنید. این میشه چهار ضرب در ده به توان منهای چهار. این از این. اینم به توان دو برسه میشه صد تا پی دو. پی دو هم که ده. خب بریم ساده کنیم تا اونجا که میتونیم. ده به توان این که میشه ده به توان سه، با ده به توان منهای چهار میشه ده به توان منهای یک، با ده به توان منهای سه میشه ده به توان منهای چهار، با ده میشه ده به توان منهای سه. این از این. میگم یه ده به توان منهای سه هم که داریم، چهار هم با دو ساده بشه میشه دو ضرب در ده به توان منهای سه جول. انرژی جنبشی صفره، پتانسیلت میشه دو ضرب در ده. هلا بچه ها. بله کیانا چرا نمیشه؟ نگاه کنی ببین، وقتی سه پنجم ثانیه رو به هم داد کیانا، اومدم گذاشتم تو دل معادله. تازه داره درسی از آب بگیر. اومدم گذاشتم تو دل معادله، دل معادله مکانش رو پیدا کردم، دو صدم با آ برابر بود، پس گفتم حتما در سه پنجم ثانیه متحرک من در دامنه است. در دامنه باشه چه اتفاقی میفته؟ در دامنه جنبشی صفره، پتانسیل ماکسیموم. پس مکانیکی برابر است با یو ماکسیموم. از کدوم رابطه مکانیکی استفاده کنم؟ از رابطه ای استفاده کن که تو دلش جرم داشته باشه، دامنه داشته باشه و اومگا. میشه چی؟ میشه یک دوم ام آ دو اومگا دو. یک دوم ام آ دو اومگا دو. به جای ام ده گرم رو نوشتم، به جای آ دامنه رو نوشتم و به جای اومگا مددش رو نوشتم. ضرب و تقسیم. حله؟ سوال بعدی مال خودت. خب بعدی رو ببین، به همون گفته یک ششم ثانیه، اینم بعدی هم میگه یک ششم ثانیه طول میکشه تا مکان نوسانگر بدون تغییر جهت از نصف بعد بیشینه خود به همان مقدار برسد. حداقل زمانی که طول میکشد تا انرژی جنبشیان از بیشینه به کمترین مقدار خود برسد چند ثانیه است؟ چقدر این سوال خفنه آخه. یعنی الان سوالی از این خفنتر داریم؟ من بهت میگم من سراغ ندارم. سوالی که تو دلش ازت دوره بخواد، سوالی که تو دلش تمام اطلاعات یک نوسانو پیاده کرده باشه برات، تیکه تیکه ببریمش جلو. میگه یک ششم ثانیه طول میکشه تا مکان نوسانگر بدون تغییر جهت
از نصف بعد بیشینه یعنی یک دوم آ حرکت کنه و دوباره به همان مکان برسه. از یک دوم آ به صفر، از صفر به منهای آ، منهای آ به صفر، دوباره بیاد به یک دوم آ. بچه ها خوب دقت کنید، من براتون می نویسم. میگم از یک دوم آ برم به صفر، از صفر برم به منهای آ، از منهای آ برم به صفر، از صفر برم به یک دوم آ. بیا معنی کنیم. میگم یک دوم آ از لحاظ زاویه‌ای یعنی پی سوم، صفر یعنی پی دوم، آ یعنی صفر، صفر یعنی پی دوم، یک دوم آ یعنی پی سوم. میگم تغییر زاویه پیدا کن، پی سوم تا پی دوم تغییر فازش یا تغییر زاویهش پی ششمه، پی ششم به زمان تبدیل بشه میشه تی دوازده. این از این. نگاه الان تکلیفش رو روشن میکنم، پی دوم تا صفر میشه پی دوم یا تی چهارم، از صفر تا پی دوم یا تی چهارم، از پی دوم تا پی سوم میشه پی ششم یا تی دوازده. مخرج مشترک بگیرم اون دوازده، میگم یکی سه تا چهار تا با سه تا هفت تا با یکی هشت تا، هشت تی دوازده هم برابر شده با یک ششم. این از این. خب از اینجا میخوام برم مقدار تی به دست بیارم. بریم با هم مقدار تی به دست بیاریم. هشت تی دوازده هم برابر شده با یک ششم. 6 با 12 ساده میشه میشه 2، 8 با 2 ساده میشه میشه 4، از اینجا تی به دست میاد 1/4 ثانیه. حالا تی رو داریم. ببین من تازه تی به دست آوردم ها، من تازه تی به دست آوردم. حالا نگاه کن، ببین اصل سوال اینه ها، این تیک است، همین نیم خط است. میگه برو ببین چقدر طول میکشه تا انرژی جنبشی از بیشینه به کمترین مقدار خود برسه. بچه‌ها انرژی جنبشی از بیشینه به کمترین مقدار برسه یعنی چی؟ انرژی جنبشی کجا کمترین مقدار دامنه؟ کجا بیشترین مقدار؟ صفر. میگه چقدر طول میکشه از بیشترین مقدارش برسه به کمترین مقدارش؟ میگم بچه‌ها به کمترین مقدار و بیشترین مقدار انرژی جنبشی دقت کنید. کمترین مقدارش در دامنه است و بیشترین مقدارش در مرکزه. یعنی از آ برم به صفر، از آ برم به صفر کلن تی چهارم زمان میبره. پس میگم تی کوچیکم برابر است با تی چهارم. از اینجا تی میخوام به دست بیارم، به جای تی میذاریم یک چهارم، تقسیم بره چهار، دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه یک شونزدهم ثانیه طول میکشه تا متحرکمون از انرژی جنبشیش از کمترین مقدار به بیشترین مقدار یا بالعکس برسه. حله؟ خیلی خفنه ها، پار میدا، مگه نه؟ آفرین بچه ها، سعی کنید انسانیت اولویت کارتون باشه، انسان باشید. خب معادله حرکت هماهنگ ساده ای 5/100 کوسینوس 20 بیتیه. آقا آ اومگا تندی نوسانگر چقدر باشد تا انرژی جنبشی هم برابر انرژی پتانسیل بشه؟ میگه کا با یو برابر بشه. میگه برو تحلیل کن کا و یو با هم دیگه برابر بشه. نگاه کن، میگم انرژی مکانیکی برابر بود با یو به اضافه کا. بچه اگر اجازه بدین من به جای یو کا میذارم، پس میشه انرژی مکانیکی برابر با دو کا. یک رابطه برای مکانیکی و یک رابطه برای انرژی جنبشی تعریف کنید. از کدوم رابطه انرژی مکانیکی استفاده کنم؟ میگم یک دوم ام آ دو اومگا دو. چرا؟ به خاطر اینکه هر اطلاعاتی که بخوای داری. نگاه کن، میگم به جای انرژی مکانیکیت میذارم یک دوم ام آ دو اومگا دو برابر است با دو تا یک دوم ضرب در ام ویه به توان دو. نگاه کن، میگه جرم ندارم که، میگم یک دوم با یک دوم، جرم با جرم رفت. این از این. دامنه 5/100، بیا ضرب و تقسیم کنیم. میگم 5 ضرب در 10 به توان منهای دو، میگه اومگا 20 پیه، این به توان دو.
میگم باشه اومگا اگر 20 پی باشه میشه 20 تا پی به توان 2. اون طرفم میخوام برم 2 وی 2 به دست بیارم. میخوام برم 2 وی 2 به دست بیارم. دقت کن. میگم 5 به توان 2 برسه 25 تا. ضرب در 10 به توان منهای 4. 20 به توان 2 برسه 400 تا پی 2. پی 2 هم بگیر 10. این از این. میگم 10 به توان منهای 4 دو تا صفر این یه صفر اینو میزنه یه منهای یکم میمونه. 25 ضرب در 4 میشه 100. ضرب در 10 به توان منهای 1 برابر شده با دو تا وی 2. 10 به توان منهای 1 یه صفر دیگه هم میزنه. میگم وی 2 برابر است با 10 دوم یا 5. پس از اینجا وی به دست میاد رادیکال 5 متر بر ثانیه. میخوایم بریم سراغ انرژی، نمودارهای انرژی. بچه ها دائما انرژی ها در حال تبدیل شدن به همن، یعنی انرژی پتانسیل تبدیل میشه به جنبشی و جنبشی تبدیل میشه به پتانسیل. بچه ها دقت کنید، خوب دقت کنید، نمودار داره به من اینو میگه، میگه زمانی که متحرک من در دامنه مثبت قرار داره انرژی پتانسیل ماکسیموم داره و زمانی هم که به دامنه منفی میرسه انرژیش باز انرژی پتانسیل ماکسیموم. برعکس این نمودار چی بهت میگه؟ برعکس این نمودار هم داره همین راجبه همین موضوع دوباره با حرف میزنه. بهت میگه زمانی که متحرکت به مرکز نوسان میرسه، زمانی که به مرکز میرسه، بچه این که روبه پایینه برای انرژی جنبشیه و این روبه بالایه برای انرژی پتانسیل. بچه یک نقطه ای این دوتا باید با هم دیگه برابر بشن، مقدار این دوتا یعنی یو با کا باید برابر بشه. یادت باشه زمانی اینا برابر میشن که در مکان یک دوم آ قرار دارن، یعنی در نصف دامن قرار داشته باشن، یو با کا برابر خواهد. خب بریم سراغ یک نکته تو دل نمودارت. بریم سراغ یک نکته بچه، زمانی که انرژی پتانسیلت ماکسیموم میشه، یعنی بیشترین مقدار خودشه، یادت باشه در همچین نموداری ای با یو ماکس برابره. و زمانی که انرژی جنبشیت بر ماکسیموم باشه، یادت باشه ای با انرژی ماکسیموم کا برابره، کا ماکس برابره. این هستی. بیا اینجا میگه با توجه به نمودار انرژی مکان، اگر جرم نوسانگر 100 گرم باشه، بسامد نوسان رو برو پیدا کن. بریم ببینیم چه جوری باید بس آمده نوسان پیدا کنیم. بچه در یک نقطه ای بهت یک رابطه ای از انرژی جنبشی گفته، یک مقداری گفته، گفته 4/10 جوله. بچه نگاه کنید، اینجا انرژی جنبشی ماکسیمومه، ماکسیمومش هم با انرژی مکانیکی برابره، اینم که دامن است. پس ای رو دارم، جرمم که دارم، برم سراغ چی؟ ای برابر است با یکی از روابط انرژی پتانسیل، ببخشید انرژی مکانیکی. از کدوم رابطه استفاده کنم؟ 1/2 ام آ 2 اومگا 2. بس آمد نوسان میخواد اومگا به دست بیاد، بس آمد نوسان به دست میاد. 1/2 ام آ 2 اومگا 2. انرژی ای یا مکانیکی رو بهت داده 4/10 جول. من مینویسم 4 ضرب در 10 به توان منهای 1. این 1/2 جرم رو بهت داده 100 گرم یا 100 ضرب در 10 به توان منهای 3. دامنه رو بهت داده 5 سانتی متر یا 5 ضرب در 10 به توان منهای 2 مجموعاً به توان 2 ضرب در اومگا به توان 2. خب ضرب رو تقسیم کنیم، 10 به توان 5 به توان 2 برسه 25، ضرب در 10 به توان منهای 4، 10 به توان منهای 4 با 10 به توان منهای 3، 10 به توان منهای 7 دو تا شو ببره، 10 به توان منهای 5. 1/2 هم میفرسیم اونور، تو 4 ضربش میکنیم میشه 8. 8 ضرب در 10 به توان منهای 1 برابر است با اینجا 10 به توان منهای 4 منهای 7 دو تا شرف منهای 5، یه 5 هم مونده. میگم 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 ضرب در اومگا به توان 2. این از این. میگم طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. بریم ما هم به دستش بیاریم.
اومگا به توان دو برابر است با 8 ضرب در 10 به توان منهای 1 تقسیم بر 5 ضرب در 10 به توان منهای 5. منهای 5 به پروبالا مثبت 5 با 10 به توان منهای 1 میره، میشه 10 به توان مثبت 4. بچه ها به جای مثبت 4 من به جاش می‌نویسم مثبت 3 و به جای 8 می‌نویسم 80 ضرب در 10 به توان مثبت 3 تقسیم بر 5. حالا 80 رو با 5 ساده کنید. 80 با 5 ساده بشه میشه چه قدم اون؟ 5 ضرب در چند میشه 80؟ 16. آفرین آفرین، اومگا 2 میشه 16 ضرب در 10 به توان 3. حالا جذر بگیر ازش، اومگا میشه 4 ضرب در 10 رادیکال 10. این از اومگا، این از اومگا. ادامهش اینجا می نویسم، اومگا برابر است با 2 پی اف. ادامه اومگا رو داریم، 40 رادیکال 10، 2 پی اف، میگم طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، اف برابر است با 40 رادیکال 10 تقسیم بر 2 پی. 40 با 2 ساده میشه، میشه 20 رادیکال 10 پی. فرکانسش بذار شلخته شد دیگه. حله سبا میگیری؟ قبلی رو یادش رفته. بیاز میگه هنگامی که حرکت نوسانگر تندشونده باشه. بچه ما یاد گرفتیم در کدوم نواحی حرکت نوسانگرمون تندشونده بود؟ در کدوم ناحیه حرکت نوسانگر تندشونده بود؟ در ناحیه 1 و ناحیه 3 نوسانی. تند. کدام یک از کمیت‌های زیر در حال کاهش؟ بچه یادتون باشه انرژی مکانیکی پایست است، زیاد و کم نمیشه، دامنه تغییر نمی کنه. یا نیروی داره که همون زیاد میشه یا انرژی. بچه در ناحیه 1 نوسانی من دارم به مرکز نزدیک میشم، به مرکز یعنی دارم به کاه ماکس نزدیک میشم، پس کاه داره زیاد میشه. در ناحیه 3 نوسانی هم باز دارم به مرکز نزدیک میشم، پس کاه داره زیاد میشه. پس عملا انرژی جنبشی در حال کاهش نیست. چی داره تغییر میکنه بچه ها؟ برایند نیروهای وارد بر نوسان. سه. بله بویا. اوکی بچه ها، بهمون میگه با یک جسم و یک فنر یک نوسانگر ساده ساختیم در مدتی که به طرف نقطه تعادل نزدیک میشیم. بچه ها در کدوم ناحیه به نقطه تعادل یا مرکز نزدیک میشیم؟ یعنی یا ناحیه 1 یا ناحیه 3 نوسانی، یا ناحیه 1 هم یا ناحیه 3. میگه انرژی مکانیکی و انرژی پتانسیل چگونه تغییر میکنه؟ آقا انرژی مکانیکی پایسته است، ثابت 1 و 4 غلط. انرژی پتانسیل چجوری تغییر میکنه؟ اوکی بریم سراغش. میگم در ناحیه 1 نوسانی من دارم از مثبت آ دور میشم، یعنی دارم از یو ماکسیموم دور میشم، پس یو در حال کاهشه. در ناحیه 3 هم دارم از دامنه دور میشم، یعنی باز یو در حال کاهشه. میگم جوابم میشه گزینه 3، ثابت در حال کاهش. حله؟ میگه تعداد نوسانات نوسانگری در یک دقیقه دو برابر شده، انش زیاد شده. برای آنکه انرژیش ثابت باقی بمونه، انرژیش تغییر نکنه، بگو باید چی کار کنی. میگم بچه ها خوب دقت کنید، خوب دقت، خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین TNT کنیم، میگم T برابر است با T کوچیک به روی N. بهم گفته تعداد نوسانات دو برابر میشه، این دو برابر بشه یعنی دوره 1/2 کاهش پیدا کنه، دوره نصف بشه، رابطه عکس.
از طرف دیگه ای شما بلدین اومگا با تی رابطه عکس داره، پس اومگا برابر است با دو پی تیوم. میگم اگر دورم یک دوم بشه با اومگا رابطه عکس داره، اومگا دو برابر میشه. از طرف دیگه ای انرژی مکانیکی برابر است با یک دوم ام آ دو اومگا دو. این از این. بچه ها اگر اومگام دو برابر بشه انرژی مکانیکیم چهار برابر میشه. من باید یه کاری کنم که انرژی مکانیکیم چهار برابر نشه، یا باید دامنه رو تغییر بدم یا باید جرم تغییر بدم، چون راجع به جرم حرف نزده دامنه تغییر میدم. بچه ها دامنمون رو باید یک دوم برابر کنیم که به توان دو میرسه بشه یک چهارم، تا انرژی تغییر نکنه دامنه نصف شود. جواب گزینه یک. حله؟ خیلی خفنن این تحلیلی ها. گلو منگلیش کن. اوکیه؟ بگیر سبا. میگه نسبت انرژی بیشین، نیروی بیشینه یا اف ماکسیموم به انرژی مکانیکی دوه. این اطلاعات سوال. تو برو ببین دامنش چقدره. یا موز زمان چیکار کنم الان؟ چی میخوای از من؟ برو یک رابطه پیدا کن که نیروی ماکسیموم داره. میگم این که اف ماکس به روی به جای انرژی مکانیکی از یک دوم آ اف ماکس استفاده میکنم. گفته این برابر است با دو. بریم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. آقا اف ماکسیموم با اف ماکسیموم ساده میشه. این از این. میگم یک دوم آ ضرب در دو برابر است با یک. طرف این وسط این کردیم. میگم یک دوم آ ضرب در دو برابر است با یک. دو با دو ساده میشه. آ برابر است با یک متر. آ برابر است با صد سانتی متر. جواب گزینه یک. چطوری؟ میگه انرژی مکانیکی نوسانگری به جرم 100 گرم برابر با 20 میلی ژوله. انرژی مکانیکی رو داده بهت 20 میلی ژول. بچه ها انرژی مکانیکی میشه مجموع جنبشی و پتانسیل، یعنی ای که برابر با یو به اضافه کایه برابر با 20 میلی ژوله. در لحظه ای که پتانسیل کیسانی 15 میلی ژوله، برو ببین تندی نوسانگر چقدر. بچه ها انرژی پتانسیل رو داده 15 میلی ژول، انرژی مکانیکی رو داده 20 میلی ژول، پس کا بوده 5 میلی ژول. تبدیلش کن 5 ضرب در 10 به توان منهای 3 ژول. این از این. تندی نوسانگر میخواد. آقا حل دیگه، سختیش رفت. به جای کار رابطه شو بذار یک دوم ام وی به توان 2. کار رو داریم 5 ضرب در 10 به توان منهای 3 ژول برابر است با یک دوم جرم رو بهت داده 100 گرم، یا 100 ضرب در 10 به توان منهای 3 ضرب در وی به توان 2. خب 10 به توان منهای 3 دو تا صفر اینو میبره، میشه 10 به توان منهای 1. یک دومو میفرستم این طرف، تو 5 ضرب میشه، میشه 10. شد 10 ضرب در 10 به توان منهای 3 برابر است با 10 به توان منهای 1 وی 2. حالا وی 2 میخوام، میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. وی به توان 2 برابر است با 10 به توان منهای 2 تقسیم بر 10 به توان منهای 1. 10 به توان منهای 1 به پره بالا میشه 10 به توان منفی 1. شد 10 به توان منهای 1. حالا بچه ها از اینجا یه نتیجه گیری کنیم. میگم وی برابر است با رادیکال 10 به توان منهای 1، یا میتونی بگی 1 به روی رادیکال 10. گویاش میتونی بکنی بگی 10 رادیکال 10. عددمون درسته؟
درسته. جوابت هم گزینه یک. بگیر سبا بگیر. سبا بهت گفته معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانی در اس آی به صورت 0.05 کوسینوس 20 پی هم نداره بچه ها، 20 تیه. اگر بیشینه انرژی جنبشی آن 6 ضرب در 10 به توان منهای 2 ژول باشه، ثابت فنر چند نیوتن بر متره؟ بچه ها وقتی بهت میگه کات ماکسیمومه، کای ماکسیموم با ای برابره. از طرف دیگه یک رابطه از ای پیدا کن، اینا هم برابر با 6 ضرب در 10 به توان منهای 2 ژول هست. بچه ها یک رابطه از ای پیدا کنید که تو دلش اطلاعات سوالت باشه. یعنی چیا؟ آ، اومگا و دیگه چی؟ اطلاعات دیگه ای هم نداری. آ و اومگا داشته باشی لاغر. تو دلش آ و اومگات باشه. خب از کدوم رابطه برم؟ رابطه اصلی. ای برابر است با 1/2 کا آ به توان 2. میگم ای رو دارم. 6 ضرب در 10 به توان منهای 2 برابر است با 1/2. ثابت رو میخواد، کار رو میخواد، آرم بهت داده چقدر؟ 0.05 یا 5 ضرب در 10 به توان منفی 2. این از این 1/2 بیاریم این بر تو 6 ضرب کنیم بشه 12. 12 ضرب در 10 به توان منهای 2 برابر است با، از این طرف 5 ضرب در 10 به توان منهای 2 مونده، کای ضرب در 10 به توان منهای 2 ضرب در 5. میگم برای داشتن کا کافیه بگم طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، 12 ضرب در 10 به توان منهای 2 تقسیم بر 5 ضرب در 10 به توان منهای 2. 10 به توان منهای 2 هم که با 10 به توان منهای 2 ساده میشه. ثابت فنر از اینجا میخوام. یه جا فکر میکنم اشتباه کردیم، آ رو به توان 2 نرسوندیم. هیچی هم که نمیگیم، خجالت هم نمیکشیم. خب به توان 2، 5 به توان 2 برسه میشه 25 ضرب در 10 به توان منهای 4. حالا میگم برای داشتن کا باید بگیم طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، 25 ضرب در 10 به توان منهای 4. 10 به توان منهای 4 بپره بالا مثبت 4، با 10 به توان منهای 2 میره میشه 1200 تقسیم بر 25. 48 ضرب در 25 برابر است با 1200. جواب گزینه 2. بچه‌ها 5 تا سوال از اینجا مونده مال منه، یه دونه‌شو تو قراره حل کنی با تا هفته آینده. هفته آینده هم میریم سراغ موج و آونگ. لطف میکنی برای هفته آینده، ببین ما نوسانمون تموم شد سر آونگی، لطف میکنی تا هفته آینده هر اطلاعاتی که از نوسان تا الان بهت دادم و مرور میکنی. دوستتون دارم خیلی زیاد. بچه باتری این داره تموم میشه. دوستتون دارم خیلی زیاد. خسته نباشین. خدا قوت.